مهندس امیر شهرتی و برادر عزیزم آقای شجره عزیز، مهندس امیر شجره دیگه، آقای مهندس شجره از مهندسی و اینا فراتر، دبیر کل یک دانشکده ای که این دانشکده همین محسن شکاریا، رضا رهنوردا، مهسا امینی ها اینها رو پرورش داد. استاد چرف شدید و درود دارم به خود شما و همه مهربان یاران. نه در اندیشه که من همیشه هستم، ولی داشتم به فرمایشات بسیار خوب و خبرهای خوب دوست نازنینمون آقای دکتر عبدالله قرقوزلو گوش میکردم که همه خبرهای خوب رو برای ما گفت. بله خب، در حال سهم شما هم باقی است، شما هم مطالب جالبی دارین در فرانسه، رویدادها در اونجا چجوری، ایرانی ها چجوری نوروز رو و سیزده بدر رو برگزار کردن، که بدونیم که این مسائل هم در سطح اروپا، ایرانیانی که اونجا هستن به هر حال کلیه این رویدادهای ملی و میهنی رو پاس میدارن و اون رو به بهترین نحوی برگزار میکنن. استاد شرفشایی، صدای عسل رو میشنوم اونجاست، عسل عزیزم، عسل عزیزی که از شاهدانی است که از 40 سال پیش، آقای شرفشایی، از 40 سال پیش ما نوروز رو با انبوه ایرانی ها 5-6-7 هزار نفر در برابر برج ایفل شروع کردیم به جشن گرفتن در جنگل بولونج و سیزده بدر، و نوروز رو ما رایگان برگزار میکردیم. در یکی از همین برنامه‌ها که در جلو برج ایفل هست، اون موقع شاکشیرا چند میلیون اونجا رو اجاره میداد، جلو برج ایفل رو که بر اساس پلکان تخت جمشید ساخته شده. بعد توی یکی از این برنامه که روی اینترنت هست، عسل میرقصه با خواهرش و محنور و اینها. خلاصه خاطرات استاد چرفشایی، نوروز در پاریس از 40 خورده سال پیش هست، هر روز با شکوه‌تر. تازه الان ایرانی ها کمتر شدن دیگه، میگه مثل اون سابق نیست که عسل عزیزم که اینجا بود، خودش یکی از پایه های این قضیه و جریان بود که ما رو یاری میکرد، و با مادرش که درود دارم به نایب خانم روان پاکش و درود دارم به استاد عباس پهلوان. اما از این مقدمه که آقای شرفشایی بگذاریم، در پی گفته های دوست عزیزم دکتر قرقوزلو که قاتل محسن شکاری رو گفتن زدن، خیلی جالب شد که این بهانه بشه من یه خبر خوبی به اطلاع شما رسونم، البته خوب برای ما برای بقیه بعد. از یادتون نره استاد شرفشایی، همه مردم ایران به خاطر داشته باشید عزیزان من، حواسمون پرت نشه، زود به فراموشی نریم، فراموشکاریم ما. قطعه قبلم گفتم فراموش کردیم که کیان با کلاه فروهر نشان به سر کشته شد و مادرش گفت از چه چیز بیزار است؟ گفت از قرآن بیزار بود. مجید رضا شکاری پای جوخه اعدام گفت برای من قرآن نخونید، نماز نخونید، بزنید، شادی کنید، که ملت ایران داره الان این کاری میکنه. محسن شکاری دانته، با واژه دانته که استفاده کرده بود، این منظورش بود که این دشنه، این چاقو برای زدن دشمنه و الی آخر. این موارد رو میخوان از ذهن ما ببرن. این موارد شاهکارهایی بود که کانونهای شورشی در ایران آفریدن. جلو دختان رعنای آریایی بودن که میرفتن روسری ها چشمی زدن تظاهرات، چه خب مردم جوانان باشون بودن، پشت سر حسینی ها بودن، محمد حسینی قهرمان کاراته، محسن شکاری، مجید رضا رهنوردی، اینا همه قهرمان کاراته بودن، مهدی کرمی، اینا همه قهرمانان ورزشکاران رزمی بودن، آموزش یافتگانی بودن که بدون هفتیر و تفنگ و مسلسل و اینا با دست خالی قهرمانانه رفتن دخترها و زنها و بچه های ایرانی را از چنگال این وحشی های تازی در آوردن و کتکشون زدن. بقیه رهنورد استاد شرفشایی از بالای خونش که میبینه به مادرش دارن دسترسی میکنن و خواهرش دارن اذیت میکنن، میاد پایین با چاقو وصیت نامش اول میبیسی تو خط میذاره، میاد رضا رهنورد پایین، خود رژیم گفت 8 نفر رو لتوپار کرد. این است که این سلحشوران ما که اینجور رندانه، گستاخانه، دلارورانه کانونهای شورتیشی و در اون حماسه رو آفریدن، فراموش نمی کنن کارو، دارن ادامه میدن. آقای شرفشایی، دو نفر از کسانی که در بازداشت بچه رضا رهنورد دست داشتن تا حالا اینا زدن،
کشتنشون و کسای دیگه نمیخوام بگم، سه نفر در رابطه با پرونده نیکا شاکرمی مادرش هم نمیدونه. من میگم که امشب خرسند بشه، سه نفر رو در که دست داشتن در به هر حال خیلی عذاب و شکنجه دید نیکا پیش از اینکه کشته بشه، سه نفر از اونا رو خدمتشون رسیدن. خیلی کانونهای شورشی بازوی دوم همین فعالیت‌های سیاسی است که الان در سطح جهانی داره انجام میشه، شاهزاده رضا پهلوی داره انجام میده. ولی خب بعضی چیزا رو اونا نمیگن، نبایدن بگن، هیچ موردی هم نداره، مسئله نیست، هر کسی کار خودش بکنه. ما سخن تریبون هستیم، اونها سیاست هستن، اونها رزم هستن، هر کسی مثل یه دولت باید وظیفه خودش انجام بده. شرفی این هست که کانونهای شورشی همچنان الان دیگه در ایران به جای که رو بیاد محمد حسینی قهرمان کاراته کرمی با ده ها مدال و و و بیاد دشمنانی که به نوامیس ایران دارن حمله میکنن و بزنن، الان اینا از زیر دارن عمل میکنن، همه اینا رو هم شناسایی کردن و تک تک اینا رو به سزای عملشون میرسونن و به زودی آزادی به ایران بیاد. اما های شرفی چون وقت زیادی نداریم، وقت خیلی کوتاهه، شما یک مسئله مهمی رو میخوام خدمتتون عرض بکنم استاد شرفی، اون مسئله آقای پرزیدنت دونالد ترامپ است. دونالد ترامپ امروز ایشون رو بردن تفهیم اتهام کردن و اینها و بحثش مفصله، من اینجا نمیتونم زیاد دیگه صحبت کنم چون وقتی نداریم، فقط یه ویدیو داریم دو سه دقیقه است. من از کارگردان برنامه خواهش می‌کنم ویدیو رو پخش کنن. این ویدیو خودش میگه که دنیا دست کیه، دنیا دست کیه و ترامپ کجاست، بایدن کجاست. و این ویدیو به شما میگه که در سه مرحله، فردی که براتون الان صحبت خواهد کرد در سه مرحله مختلف چیزایی میگه، ایشون بر نیمی از جهان چون نیم چی وسط سی کشور جهان داره حکومت میکنه، میگه که چه باید بکنیم، چه قبل از انتخابات نخست آقای ترامپ، چه وقتی که رئیس جمهور بود و چه بعد از اون. این سه دقیقه خودش دیگه دوستان داوری کنن، گوش میکنیم. To the world, but I regard it as a purely temporary phenomenon that will disappear in 2020 or even sooner. I give President Trump credit for motivating his core supporters brilliantly, but for every core supporter he has created a greater number of core opponents who are equally strongly motivated. That's why I expect a democratic landslide in 2018. I think we're almost 24 hours away from the inauguration of the 45th president of the United States. Where does he stand in an open society? Well, I have described him as an imposter and con man and a would-be dictator. But he's only a would-be dictator because I'm confident that the Constitution and the institutions of America, of the United States, are strong enough. The division of power is in operation, and he would be dictator if he could get away with it, but he won't be able to. Because he will be stopped at what point if he goes too far? That's right. In foreign policy or domestic policy? In both areas. Obviously in foreign policy he has greater powers than in domestic policy. But I think Congress will be a bulwark protecting its rights. My hope for 2024 is that Trump and Governor DeSantis of Florida will slug it out for the Republican nomination. Trump has turned into a pitiful figure, continually bemoaning his loss in 2020. Big Republican donors are abandoning him in droves. DeSantis is shrewd, ruthless, and ambitious. He is likely to be a Republican candidate.
This could induce Trump, whose narcissism has turned into a disease, to run as a third-party candidate. That would clearly. این استاد شرف‌شاهی آنچه در خبرها گفته میشه و شنیده میشه و اطلاع رسانی میشه و اینها همه یه نخودسیاست برای سرگرمی مردم و یک آواز دهل شنیدن است که خوش باشن مردم. واقعیت تاریخ همین 3 دقیقه است که دوستان مهربان خب انگلیسی بلدن، اکثریت فهمیدن، ویژه در امریکا و جای دیگه دو جهان، بقیه بنویسن یادداشت کنن، بر روی این 3 دقیقه 30 ساعت میتونن تحلیل در بیارن. و اینه که اصلا هیچ کسی اینو نمیدونه، اینه که من امشب به شما عرض کردم اینو نشون دادم، از چند سال پیش بود، 3 تیکه بود در 3 مرحله مختلف، تا کسی نمیدونه که ایشون کی از جورج سوروس چه کرده چه کار میکنه. آقای جو بایدن، آقای شرفچهی، قاطع به شما میگم، و خیلی از رئیس جمهورهای دنیا، خیلی از رئیس جمهور دیگه، جو بایدن رئیس قدرتمندترین کشور دنیاست انگار، اینها همه در جیب آقای جورج سوروس هستن. و حال مواردشو با ایران و اینها نمیخوایم الان مطرح کنیم که دیگه وقتی نیست و فرصتی نیست، ولی من به مهمان یارانم توصیه میکنم که برن زیر خبرها رو بخونن، برید خبر رو خودتون جستجو کنید، پیدا کنید، بخونید. اونی که به شما میریزن این ور اون ور میدن تو کلهاتون، رو خصوصا هم برای ایران عزیز اهوراییمون که میخوایم آزادش کنیم به زودی زود، برید خبرها رو خودتون پیدا کنید، نه اینکه بشینید که بیان خبرها رو بریزن تو کلتون، چون هر خبرگزاری پشتش یه دست است. این سوروس دشمن شماره 1 ترامپه. Vale.